سلام مجدد به لایف ایتالیای عزیز و دوست داشتنی که ما رو همیشه حمایت کردین. اینجا پارک شهره، در حد واصل خیابون 15 خرداد و حافظ و شمال جنوبیش هم که خیابون بهش و ارزم به حضور شما که نبش سوره اسرافیل. خب ما از در اینجا تقریبا فکر کنم 8 تا ورودی داره، ما از ورودی 7ش اومدیم، ورودی سوره اسرافیل. پارک بسیار بزرگه و یکی از پارک‌های قدیمی تو قلب پایتخت تهران، پایتخت ایران تهرانه و اینکه فضای بزرگ اینجا شامل شهر بازی و یک حوض دریاچه کوچک برای قایق سواری و بسیاری از مجتمعی ورزشی. اینجا منطقه 12 تهران هم هست، بهتون بگم محدود خیابون خیام و فیاض بخش. برگای پاییزی هم که ریخته شده اینجا. 25 اسفند 1329 که قبلا محله سنگلچ بوده خالی میشه و اینجا رو تبدیل به این پارک میکنن که تقریبا 25 هکتاره. همون که گفتم 8 ورودی داره، ما از ورودی 7ش اومدیم. شام اینجا موزه داره، موزه صلح تهران، آکواریوم پارک شهر تهران، استخر و خیلی چیزهای دیگه. چون اینجا وسط شهر هست، خیلی از کشورهای حاشیه هم اینجا به عنوان جاذبه توریستی میان. خب این شیر هم که مشاهده میکنی خیلی زیباست. اینجا برگای پاییزی ریخته و 25 هکتار مجموعه که اینجا هست واقعا زمان و توانش نیست که ما بتونیم کلشو برای شما دوستان عزیز لایف پورتالی تقریبا حضور کنیم و جاهای خاص و پرتردد شما میگیریم و امیدوارم که لذت ببرید ازش. خب محوطه بازی کودکانش هم میبینید پشته برای بچه ها و خردسال ها. محوطه باغ وحشش رو میبینید، باغ وحش که نمیشه گفت، بگیم باغ پرندگان و چند نمونه از پرندگان مورد پسند عموم و اینجا در معرض نمایش قرار دادن. میبینید گازها و خیلی حیوان های پرنده های خاصی نیست، ولی خب برای محیط زیبا میکنن و صدا برای صدا شد. همشون هم سردشونه. Gracias.
تو کادری فکر کنم. خب یه سری خرگوش و بله یه دونه خرگوش هم اونجاست. مرغ شاخدار آبی رو میبینید، خوچه هندی، خوچه هندی خیلی بامزه. مرغ شاخدار سفید و این هم بکنم مرغ شاخدار خال خالی باشه. نه مرغ شاخداره اصلا. اسم بیل بوردی اینجا ایستگاه پرنده نگری. دوستان عزیز اگه خواستن بیان این قسمت رو بینم، بیان قسمت ایستگاه پرنده نگری. خب میدون اصلی پارک شهر رو میبینی، یه حوض زیبا اینجا قطع میکنه. در امتداد همین حوضچه یه حوضچه دیگه رو به پایین رفته بازی که میتونی توش بدمینتون و فوتبال و ورزش هایی که گروهیه و با توپ و غیره هست انجام بدی توی محبته. اینه محبته دوباره ورزش های حوازی و غیر حوازیه. هر قسمت از پارک وسایل بازی کودک هم داره. با خیلی از جوان ها اینجا میان برای معاشرت و شادی میکنن و به نه
نواختن گیتار مشغوله. ما در داخل اینجا آلاچیقایی هم وجود داره که میتونه به خانواده ها هم این شرایط رو بده که بیان برای نشستن و سیر کردن مزار محیط باز و طبیعت زیبا. البته فصل زمستونه و خیلی کم دیده میشه این پیکنیک کردن. مجموعه ورزشیشه این ساختمون رو میبینید که داخلش باشگاه تیراندازی، فوتبال و تنیس و والیباله که الان بسته است ولی داخلش مجموعه داره. شارژم یاری کنه این پاک چون به صورت تقریبا مستطیلی ماننده 4 تا خیابون دورشه، یک خیابان 15 خرداد قسمت شرقیشه، قسمت غربیش حافظ، قسمت جنوبیش خیابون بهشت و قسمت شمالیش خیام. بسیار بسیار محوطه زیباییه برای مستقیم میبینیم که پیاده روی طویلی داره برای ورزش کردن و الان سمت برای این دریاچه آبی که مایه هدایی توشه و تراژدی خیلی غمگینی دریاچه داشته که در فکر کنم حدود 20 سال پیش در یک اردوی تحصیلی دانش آموز دختر به این پارک آورده شد و به خاطر رعایت نکردن استاندارد قایق‌ها برای وزنش باعث ایجاد سانحه شد و متاسفانه تعدادی از دانش آموزان دختر در این سانحه کشته شدن. خب اینجا پیست اسکیتشه که از وسط دریاچه رد میشه. من تا همینجا میگیرم که مزاحمتی برای افراد نداشته باشه و یک فیلم هم از کل دریاچه
میگیرن تقریبا موضوع دوتا میکنن. بعد راستی من بیشب نگفتم مگه اینو بابا گفتم یک زمین کودک و زمین فوتبالش هم بگیریم و جا تکمیل بشه جای دیدنش. بازیم از موزه صلحش هم بگیریم که موزه متأسفانه بسته. پوشیده شده یعنی به صورت طبیعی سایه درست بعد لباسشون دارن تعویض میکنن و من مزاحمشون نمیشم. یکی از ورزش‌های مورد علاقه جوانای ایرانی فوتباله و از سن کودکی تو بیرون از محل زندگی معابر کوچه‌ها جوانا فوتبال رو شروع میکنن. رسیدیم از
مجموعه پارک شهر. امیدوارم که لذت برده باشین و اگر کاستی، کمی کاستی وجود داشت ما رو ببخشید. حتما حتما از جای دیگرش به طور کامل فیلم تهیه و تقدیم حضور میکنیم. مرسی، ما رو حتما حمایت کنید و